کلا نظرات راجع به تیم ملی ذره اووره، یعنی یه ذره بیش از اون حدیه که باید به نظر من. به خودمون نقد میکنیم، از اون اولم گفتم به دور از جوگیری و ادا بیچاره کرده همه رو. به دور از این دوتا کاملا فنی، برای اون هیچ فرق نمیکنه چه کسی سرمربی تیم ملیه، نقدی داریم انجام میدیم. الان هم میگیم آقا نباید کجا بخوره زمین تو 18 ماه 8 نفر دورش بلند شه بیاد سر بزنه ته تور. یه مهاجم درجه ان آسیا که الان سرش دعواست تو لیگ خودمونه بیاد اینجوری به ما گل بزنه. ما عین این صحنه رو ویدئوشو دیده بودیم تو تمرین، درست آقا؟ این یار کیه؟ سعید الهویی هی داشت میگفت آقا این یار کیه؟ یارت کو؟ این همین زشته برام. طرف بلند شه تو 18 اونجوری سرا بزنه. بعد این تیما هم تیمای لول 2 شیر بشن، میگن شنیدید میگن گلر شیر شد، تیما شیر بشن میاد شلوغ میکنن تو محوطه جریمه و یه پنالتی ازت میگیرن و یه دو دو میگیرن و حالا یه بار میلاد محمدی دو طرفه میندازه میریزه سردار میزنه، شیر بشن میشه کره شمالی، اخراج ازت میگیرن، دو دو، سه دو، میتونه سه سه و یه بلایی سر تیم بیاد. تمرکز است که ما بعضی وقتا میبینیم از دستش میدیم، به خصوص تو نیمه دوما. حالا دلیلش رو باید جویا بشیم، یه ایراد فنی که تیم گرفته میشه. ساختار دفاعیه که من دیدم حتی قراره که یه سری مینی کمپ هم بذارن تو این مدت تعطیلی که کمک کنه به ساختار دفاعیمون. و اصولا منظورم اینه که هم این سمت نقدی که میخوایم انجام بدیم، نقد بر پایه فنی، عدد رقم، آنالیز، به دور از جوگیری و ادا، اونورم با یه نگاه پذیرا. یعنی من اگه بپذیرم که مشکلی وجود داره میتونم حلش کنم، ولی اگه با این گارد برم که میخوان منو اذیت کنن، نقد غیر منصفانه داشته باشن، دیگه بسته میشه ذهنم. یه کشتیه، یه مقصده، مقصدش موفقیت تیم ملیه، هدفش بالا رفتن پرچم ایرانه. همه توی یه مسیریم، اینو بپذیریم، هم نقد منصفانه باشه، هم پذیرشه وجود داشته باشه، اصلاح وجود داشته باشه، نه اینکه ما بگیم آقا هر چی که ما میگیم 100% درسته و غیر قابل تغییره و اینا رو با هم دیگه ببریم جلو. چون عرض کردم که هممون یه هدف داریم، کسی قرار نیست کسی رو بزنه، کسی رو اذیت بکنه، کسی رو خراب بکنه. اصلا این ذهنیت رو بذاریم که ما حداقل خودمون که فکر کنم سعی کردیم، تلاشمون این بوده که این اتفاقو رقم بزنیم. هم زمان کیروش هم اینو میگفتیم، بعدش هم اسکوچیچ هم همینطور. اسکوچ همینجا نشست، راجع به خاطرتون هست که راجع به فرم بازی باش صحبت می‌کردیم، راجع به اردوی قطر صحبت می‌کردیم، مشکلاتی که وجود داشت، نتایجی که گرفت بود. همین کارم با امیر قلعه‌نویی دو دوران امیر قلعه‌نویی انجام بدیم و آرزو می‌کنم که تیم شادابتر، تیم پویاتر، انرژیک‌تر داشته باشیم، جوان‌تر طبیعتاً، با یه شیب خوب و درست حسابی، تیمی که مردم ازش راضی باشن، از فرم فوتبالش راضی باشن. ولی این جوسازیه که بعضی وقتا واقعاً اووره و بیش از حده، یه کوچولو بپذیریم دیگه، بیش از حده کمکی نمیکنه. ما خودمون هم گفتیم آقا فلانی به نظرم تزریق باشن به تیم ملی میتونن کمک بکنن. نوع فوتباله اگه تو نیمه دوم تو ساختار دفاعیمون، ما جام ملت‌ها نصف صحبتمون با آقای قلعه‌نویی راجع به ساختار دفاعی بود، اگه خاطرتون باشه مصاحبه بعد جام ملت‌ها، که انشالله این بهتر و بهتر میشه و تهش هم صعود مرحله حذفی، یکی دو تا مرحله تور قاطی جام جهانی هدف همه فوتبالیاست. اگه تیم بره بالا همه خوش، همه جامعه فوتبال خوشحال میشن، واسه همه خوبه. اینو بپذیریم، قبول بکنیم و با اشتیاق از انتقادات پذیرایی بکنیم، چون این باعث میشه که پیشرفت کنیم. نه بازی با قرقیزستان ما بود، دو تا بازی یه ذره اعصاب خردکن شد نیمه دومش، یه ذره استرس کشیدیم که انتظارشو نداشتیم، انتظارشون بشینیم یه 90 دقیقه درستایی ببینیم. ولی گروهه مدلیه که شما برای صعود مشکلی نخواهی داشت طبیعتاً، و ان شاءالله که خیلی راحت به رقابت جام جهانی صعود خواهیم کرد، که بازی دوستانه خوب، چون ما از یه جایی به بعد دیگه تقریبا قطعی میشه دیگه، همین الانش هم قطعیه ان شاءالله. صعود به جام جهانی باید بریم دنبال بازی دوستانه درست حسابی، وقتش هم داریم، باید هم این کارو انجام بدیم. یه دونه مثلا فوروارد قرقیزستان اذیتمون میکنه، جلو 5 تا تیم درست حسابی بازی بکنیم که سورپرایز نشیم توی رقابت‌های جام جهانی. منتها نکته‌ای که توی این بازی هم خیلی به چشم اومد، ضعف دفاع کنارهای ماست دیگه، و اصلا اصولا ساختار دفاعیمون که قرار کادر فنی یه سری گفتم کمپای ویژه هم داشته باشه راجع به این قضیه. نمیدونم توی انتقال منفی، برگشتنا، بحث ضد حمله خوردن ما مشکل داریم. تو رقابت‌های جام ملت‌های آسیا این اتفاق افتاد. یعنی اگه تیم جلوی ما چون تعداد بازیکنامون توی فاز هجومی زیاده، با توجه به مهره‌های خوبی که داریم، مثلا شما همیشه دو تا وینگر داری که مثلا محمد بابی، متی قائدی، علی قلی زاده میتونن دو تا از اینا وینگر بازی کنن. متی و سردار هم که داری، یه هافک هم که اضافه بشه، عملاً 5 نفر رفتن و ما خیلی راحتیمون ضد حمله می‌خوره. اتفاقی که تو جام ملت‌ها افتاد، اینجا هم همینطور.
اینو بعدش برسیم که الان تو این آیتم آنالیزی میبینیم. و دفاع چپ و راستامون، حالا میلاد تو پست هم دفاع چپ این بازی خوب بازی کرد، هم دفاع راست. واقعا یکی از بهترین بازیکن‌های ما میلاد محمدی بود تو این بازی که اون پاس گل آخرام به سردار آزمون داد. ولی تکلیف دفاع راستمون، شاید برگشتن صادق محرمی بتونه خیلی به ما کمک بکنه، چون نه آریا نه هردانی نشون دادن که یه دفاع راست 100% در حد ملی و بین‌المللی فعلا نیستن، یا شاید صادق با برگشتنش بتونه ما کمک بکنه. یه جمله خاطرتون هست، صادق که مصدوم شد تو جام ملت‌ها، من یادم دو تا مهمون عزیز اینجا داشتیم، گفتن یکی از مهمترین بازیکن‌های ما مصدوم شد، از دست رفت و چقدر بد شد برای تیم ملیمون توی جام ملت‌ها. امیدوارم به یه فرمولی برسیم برای خط دفاعیمون، برای سازمان دفاعیمون، ساختار دفاعیمون، که خیلی خیلی هم گل کمتر دریافت کنیم، هم بتونیم تو برگشت‌ها خیلی سریع‌تر خیلی درست حسابی‌تر عمل بکنیم. لیگ الیت آسیا که البته برام خیلی الیت نیست با این نتایجی که داریم به دست میاریم، خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوارم که بازی‌ها رو دیده باشید. اونجوری که می‌خواستیم پیش نرفت، شدیم 10 تا بازی تو رقابت‌های لیگ نخبگان و فقط یه دونه پیروزی برای نماینده کشورمون که نتایج خوبی نیست، اونم در تقابل با تیمایی که ما معمولا می‌بریمشون. حالا میگیم 3-4 تا تیم خودشونو جدا کردن به واسطه ستاره‌هایی که گرفتن، هزینه‌های فضایی که داشتن توی دو سه فصل اخیر رقابت‌های آسیایی، تیمای عربستانی به خصوص، حالا امارات یه جورایی، ولی تیمایی که باشون برد و باخت می‌کردن خیلی وقتا می‌بردیمشون، الان سخت شده و با نتایجی که به دست اومد جدول فوق‌العاده فشرده رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا رو خواهیم داشت و کورسوی امیدی، هرچند که ناامید نیستیم، برای حضور در جمع 8 تیم پایانی و رفتن به رقابت‌های مرحله حذفی. شما تو 8 تا بشی از 12 تا اتفاق بزرگی نیست، شاکار نکردی، ولی الان داریم دعا می‌کنیم که دو تا نماینده‌مون باشن توی 8 تیم پایانی لیگ قهرمانان و حداقل یه جذابیت مرحله حذفی رو تجربه بکنیم. شما 8 تا بشی باید با اول بازی کنی، الاهلی عربستان، الهلال عربستان، النصر عربستان، 7 بشی با دوم، 6 بشی با سوم و همینطور. امیدوار بودیم به اینکه 4 5 اتفاق بیفته، ولی خب خیلی کار سخت شده برای صعود به مرحله حذفی. حالا خب امیدوارم اتفاق بیفته تو هفته پایانی. امشب با هم دیگه دیرم شروع کردیم، طبیعی هم از چون دو تا بازی و AFC میندازه دوشنبه و میندازه 9:30 که دیگه نداریم. هفته بعد دو تا بازی 5:30 و 7:30 فکر کنم و سر تا این خدمت شما میرسیم. بازی تیم ملی فوتبال کشورمون رو تقدیم میکنیم از مرحله مقدماتی جام جهانی که هفته پیش مفصل راجع بهش صحبت کردیم. کلی بازی از جام حذفی میبینیم که بعضیش خیلی جذاب و باحال و پر اتفاقه، و البته همین بازی لیگ قهرمانان تلاش هم میکنیم الان ارتباط بگیریم هم با امارات هم با قطر، ببینیم چی میشه. آرزو سلامتی برای امید آلیشا عزیز، امیدوارم که مشکلی پیش نیاد براش، مشکلی که پیش اومده البته خیلی جدی نباشه، سعی می‌کنیم صحبت کنیم باشه. جدول ببینیم برای کسایی که الان داشتن فوتبال می‌دیدن و الان می‌خوام ببینن چه خبره، اصلا شانس صعود به مرحله بعدی چه جوریه. الاهلی عربستان 15 امتیازی شد، 5 بازی 5 برد با ستاره‌ای که می‌شناسید، ایوان تونی رو امروز آورد تو بازی و چه فوتبالی، با 2 زد به علین، بازیکن تعویضی اومد تو و 2 گل موفق شد بزنه با فیرمینو و ریاض مارز و فرانکسیه و ایوان تونی و اینها، صدر جدول رقابت‌های لیگ نخبگان رو دارن و صعودش قطعی شده مرحله بعدی رقابت‌ها، فوق‌العاده بوده نتیجه. النصر عربستان در حالی که کریستیانو رونالدو براش گلزنی کرد موفق شد 4 بردش رو دست بیاره، 4 برد یه مساوی و 13 امتیاز، موفق شد امروز القرافه قطر رو شکست بده، 13 امتیازی بشه. الهلال سوم جدول یه بازی کمتر داره که ببره 15 امتیازی میشه، اونم کارش تمومه تقریبا، نیست تقریبا که نه، 3 تیم اول جدول که کارو تموم کردن و صعود کردن مرحله بعدی رقابت ها، یه جوری میتونم بگم 5 تیم حتی، یعنی از 100 و الوصل هم شما یه جوری اضافه بکنید به صعود کرده ها. میمونه 3 تا سهمیه دیگه که بین 7 تیم بعدی تقسیم میشه، میشه الریان، استقلال، القرافه، پرسپولیس، پاختاکور، اشورته و علین. علین آخر جدول الان قهرمان رقابت‌های لیگ نخبگان، 12 جدول، هرنان کرسپو رو انداختن رفت، ژاردیم آوردن، ژاردیم هم کاری نتونست بکنه، امروز هم بازی خودشون رو واگذار کردن. 3 تا بازی خیلی سخت برای نماینده‌هامون میمونه که حداقل باید 4 امتیاز ازش بگیرن، تازه باز منتظر نتایج بقیه تیم‌ها باشن ببینن که تو 8 تا قرار میگیرن 8 از 12 و بیدن محلی هست یا نه. برنامه بازی‌ها رو هم سعید میدی بهمون، ببینیم چه خبر. هفته بعد دوشنبه تیممون بازی خودشون رو برگزار میکنن، استقلال باید با الاهلی عربستان صدرنشین رقابت‌های لیگ نخبگان دوشنبه بازی بکنه. استقلالی که امیدوار کننده بود، بهتر شده استقلال، ولی هنوز کافی نیست برای بردن. امروز هم بازی بدی رو نشون نداد، کم موقعیت داد، یکی دو تا موقعیت خوب داشت، بهتر شده، ولی تیم خیلی خوبی تو رقابت‌های الیت هنوز نیست. الاهلی عربستان از شورته عراق و الریان قطر، تیمایی هستن که استقلال باید ازشون امتیاز بگیره و حالا از شورته و الریان فکر می‌کنم
شانس بیشتری داشته باشه استقلال بتونه امتیاز بگیره و انشالله تو جمع 8 باشه. پرسپولیس باید چیکار کنه؟ از شورته عراق رو 100 ببره. هفته بعد ساعت 5 و نیم صدشو بذاره پرسپولیس و ببره. تعارف نداریم. تیم گاریدو تو رقابت لیگ قهرمانان مشکل داره. نیمه دوم رو که میده اصلا انگار تیم دیگه است. نیمه اولای درخشانی داشته پرسپولیس ها. واقعا همون بازی الاهلی عربستانو به یاد بیارید. این بازی، بازی قبلی نیمه اولی نمیدونم چی میشه. نیمه دوم رو واقعا پرسپولیس میده تو رقابت لیگ قهرمان. از شورته رو باید ببره هفته آینده و از دو بازی باقی موندهش یک تا سه امتیاز، یک خیلی ریسکیه، ممکنه بره بالا با توجه به نتایج بقیه تیم‌ها، سه امتیاز از الهلال و النصر بگیره که کار ساده‌ای نیست، ولی میتونه. پرسپولیس جلو تیمایی که اینجوریان، تیمایی که خوب فوتبال بازی میکنن، رو به جلو بازی میکنن، معمولا بهتر بازی میکنن. امیدوارم اتفاقی بیفته، اینا امیدواریای ماست.